افغانستان کشوری که مردم آن سالهای سال هست که در آتش جنگ می سوزن و زیر سایه جنگ زندگی می کنن. و در این چند سال اخیر تلاش ها به خاطر به وجود آوردن صلح در افغانستان چشمگیر بوده و همواره صورت گرفته و تلاش هایی که صورت گرفته هم طی نشست ها در کشورهای مختلف در نشست های مختلف به خاطر به وجود آوردن صلح این نشست ها برگزار شده است. و اما نقش زنان افغانستان در به وجود آوردن صلح در افغانستان چگونه ارزیابی شده؟ تا کنون در نشست هایی که در کشورهای مختلف به خاطر به وجود آوردن صلح در افغانستان صورت گرفته حضور زنان چگونه بوده؟ آیا زنان حضور داشته است یا خیر؟ تا جایی که شاهد هستیم حضور زنان در نشست ها و مذاکرات صلح کمرنگ بوده و خواست های زنان به آنگونه که مطرح می شد و همچنان در این نشست ها باید صورت می گرفت صورت نگرفته است. امروز با بانو فاطمه نظری فعال حقوق زن روی این موضوعات صحبت های می داشته باشیم که زنان در به وجود آوردن صلح چقدر میتونه که نقش داشته باشه و نقش زنان چقدر میتونه که بارز و ارزنده باشه. بسیار زیاد خوش آمدین، صبح شما بخیر. تشکر، صبح شما بخیر. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همکارای محترمتان و همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون میوند. شما سلامت زنده باشین بانو نظری. سمانه انوش جان کرده بودی؟ من رضایی هستم. رضایی؟ بانو رضایی. سمانه انوش جان کرده بودی؟ بله، ما صبح که چون وقت درست میاد میریم دیگه سمانه تای وقت کردیم. مخصوصا بانوان که بسیار فعال می باشن. بانو رضایی، حالا اگر صحبت ها را آغاز بکنیم از اینجا که در کل در به وجود آوردن صلح در افغانستان زنان چقدر میتونه که نقششان بارز و ارزنده باشه و مهم باشه؟ خانم محترم، همطور خودتان میفهمید نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل میدن. چطور امکان داره یک پروسه در کشور در حالی رخ دادن باشه اما نیمی از جامعه از او دخیل نباشه؟ هیچ امکان نداره، به خصوص کسایی که متولی تربیتی نسل آینده است و همین نسلی که الان است متولی تربیتی همین هستن. چطور امکان داره که زن هیچ نقش نداشته باشه؟ مطمئنا زنان نقش زیادی داره اما متاسفانه در افغانستان بپذیریم یا نپذیریم، ببینیم یا نبینیم، چشم از این حقیقت باز نگه داریم یا نداریم، افغانستان تار پود پود از این از سنت بافته شده. بخوایم نخوایم به جنگ یک روی کرد مردانه دارند، به صلح هم یک روی کرد مردانه دارند، در حالی که به نظر شخص من یک بسیار اشتباه است. از اینکه مادران ما، زنان ما، دختران ما به عنوان متولیان تربیتی نسل آینده، به عنوان کسانی که نیمی از قشر جامعه فعلی رو در دست یعنی نفوسش تشکیل میدن، اینا نمیتونه به تاثیر باشن. زنان ما با تربیت نسل آینده ای که میتونه همدیگر پذیر باشه، میتونه به صلح و آرامش و آشتی علاقمند باشه، میتونه که در این پروسه دخیل باشه، یک مسئله شه. و غیر از مسئله که شما بعد سیاسی صلح بیشتر مطرح فرمودین، ما میگم قبل از بعد سیاسی صلح بیم در بعد فردی و اجتماعی صلح هم کم دقت کنیم، چیزی که شاید خیلی وقت ما دقت نمیکنیم. وقتی میگیم صلح فکر کنیم فقط صلح با طالب و صلح با گروه مخالف دولت ها. در حالی که ما صلح باید در لایه های زندگی خود، در لایه های زندگی روزمره اجتماعی خود حتی ببینیم. به عنوان مثال این میلی که شما صبح از خانه میبرید بیرون در سرک، چه رقم بگم، نحوه مکالماتی که بین افراد در موتر رد و بدل میشه، در سرک رد و بدل میشه، بین فروشنده و خریدار رد و بدل میشه، بین گارسون و مشتری در هتل ها رد و بدل میشه، همه اینا به نحوه خشونت داره باز تولید میکنه. یعنی در افغانستان متاسفانه یک فرهنگ شکرگزاری و فرهنگ معذرت خواهی رو تقریبا یعنی خیلی کم داریم. یک خیلی راحت تو مثلا به یک نفر صدمه میزنی، طرفش فقط سعی میکنه رایخ میگیره موره. اینی یعنی چی؟ یعنی که این رفتار ما یک رفتار خشنیه. باید رفتارها رو یک مقداری تعدیل کنیم و این مستقیم برمیگرده به دست خواهرها و مادرای ما که چه رقم در خانواده محیطی پر از صلح و صفا و آرامش را ایجاد کنن که افرادی که در زو خانه پرورش پیدا میکنن، در زو خانه رشد میکنن، از زو خانه میبرن بیرون، اونها هم آدمهایی باشن همراه با ملاتفت، صلح، آشتی و آرامش. بله.
و بعد در سطح بعدی که شما مطرح فرمودین، بودی سیاسی، بودی که الان اکثریتی شاید بگم جامعه جهانی، کشورهای منطقه همه درگیر از این مسئله است. هرچند نمیتونیم بگیم کشورهای منطقه و جامعه جهانی از این مسئله جداست، اصلا این گپ نیستن، اونها هم هر کدام به نحوی خودشان دخیل هستن. اما اینکه مشخصا نقش زنان چیه، زنان در قسمت آگاهی دهی، در قسمتی که خانم هایی که خودشان شوهرهایشان در پروسه ای که در جانب مقابل صلح هستند، در پروسه جنگ دخیلن، اینا میتونن همراهی همسرای خودشان گپ بزنن، صحبت کنن و اونا رو متقاعد کنن که امزی پروسه جنگ دست بردارن به نفع صلح. این هم به نفع خودشان است، هم به نفع آینده توسعه و آبادانی کشور است، هم به نفع نسل آینده ای ماست. بله بانو رضایی، حرف و صحبت های خوب داشتن در رابطه به اینکه صلح تنها معنای نبود جنگ، نبود انفجار و انتحار نیست، بلکه موارد دیگه هم در اینجا دخیل هست که ما باید روی از اون موضوعات هم توجه داشته باشیم و اولا کوشش کنیم که همون موارد را حل بسازیم. تا جایی که میبینیم در افغانستان مشکلاتی که شما یادآوری کردین حادتر از این موارد هست. اگه این موارد هم حل شود، هنوز هم اون موارد بین ما حل نشده است. پس در حل این موضوعات زنان چگونه میتونن که نقششون رو ایفا کنن؟ حالا تا جایی که میبینیم بیشتر مدیران جنگ و مدیران خشونت و کسانی که مجریان خشونت هستن، مجریان این جنگ و بدبختی که در افغانستان هستن، مردان هستن و کمتر بانوان در این موارد دخیل هستن. حالا این نقش را باید زنان چگونه ایفا کنن و چگونه پیدا کنن خودشون رو که باید حتما خود را سهیم بسازن در قسمت حل این مشکلات؟ اگه یک مقدار ریشه‌ای تر به مباحثی که شما فرمودین من بخوام اشاره کنم، اینه که اینه که مثلا شما میگید که الان مرد دخیل در جنگ، ولی یعنی مرد کجا پرورش پیدا کرده؟ آیا در داخل خانواده در دامن یک زن پرورش پیدا نکرده؟ همالی نسل فعلی که روانه، من به شرایط کاری، من با خانم های زیادی در تماس و در ارتباطم و رویه های تربیتی زیادی در سطح اجتماع میبینم، این میالی امرای اولادا چه دختر چه بچه، یعنی بسیار به خشونت بالا برخورد و رفتار میشه، همیشه تهدیده، همیشه تنبیه، هیچ وقت از زبان خوش کلام، یعنی نمیشه بگم هیچ وقت، یعنی عموما از زبان خوش کلام خوش تشویق استفاده نمیشه. مدزی باور نرسیدیم که تشویق بهتر از تنبیه جواب میده، این واقعا دزی باور نرسیدیم. وقتی که زنان جامعه ما دزی باور نرسیده بشه و بفهمه همیشه تهدید ارعاب بیشتر نتیجه میده نسبت به تشویق، مطمئنا این یک پوینت منفیه که در دراز مدت همه افراد جامعه رو متضرر خواهد کرد. بله و تمام موارد برمیگرده به همون مسائل تربیتی که حالا همون گونه تربیت شدیم و بعضی موارد در وجود ما در رگ ما جریان داره. خب حالا اگر از بود سیاسی که پیشتر مطرح شد و شما هم اشاره کوتاهی روی از اون موارد داشتین، خب است که روی این موارد صحبت داشته باشیم به خاطر از اینکه در این روزها مذاکرات صلح هم جریان داره و تا جایی که میبینیم متاسفانه حضور زنان در نشست های سال کم رنگ بوده و حتی در بعض موارد در بعض از نشست ها اصلا وجود نداشته، اصلا زن یا خانم از افغانستان در اون نشست ها نبوده. در اینجا باید یک خانم یا یک زن باشه که خواست ها و توقعات بانوان افغانستان را در اوج مطرح بسازه. مهمتر از همه دستاورد های چندین ساله زنان که در چند سال اخیر در طی 17 سال ما زحمت کشیدیم و این دستاوردها را در افغانستان داشتیم. حالا با صلح بین طالبان و افغانستان و امریکا امکان داره این دستاوردها به باد فنا بره اگر حضور زنان در نشست های صلح در نظر گرفته نشه. در کل میخواییم که پاسخ به این پاسخ شما این گونه پاسخ بتین به این که زنان چقدر میتونه که در قسمت پروسه صلح و در نشست های صلح سهیم باشن و چقدر سهیم بودن و رضایتمندی شما از این مسئله چقدر است؟ متاسفانه یک چیزی که ما باید و دولت مردان و اکثریت کسایی که در پروسه صلح دخیلن یا ادعای دخالت دارن علاوه بر پروسه صلح، مسائل جاری در افغانستان هم هست. یکی زنان در افغانستان نقش سمبولیک داره. به زور جامعه جهانی وقتی میگه فیصدی در پارلمان 30% باشه یا مثلا در شورای عالی صلح 30% باشه، به زور جامعه جهانی هم 30% هم خود مسائل در مورد خانم‌ها پر نشده، میل در ولسوالی ها و ولایات مثلا نمیبینیم خانم‌ها نقش فعال داشته باشه، این نقش مدیریتی و در سطح کلان داشته باشه. خانم‌ها یعنی حضوری که همچنان که در بسیاری از موارد دیگر ما داریم که خانم‌ها حضوری سمبولیک و نمادین داره، به زور جامعه جهانی فیصدی رو فقط پر میکنن. متاسفانه در مورد قضیه پروسه صلح هم همینطوره، در حالی که ما زنانی که متضرر از جنگ هستن
ببین وقتی که در مورد این قضیه صلح و جنگ بیشترین کسانی که متضرر هستن زنان جامعه ما هستن. چرا این زنا دخالت داده نمیشن؟ این زنا اصلا در حاشیه هستن، فقط مردان پای میز مذاکره و صلح میرن. زنان باید نقش جدی داده شه. از این حضور سمبولیک زنان در همه عرصه‌ها بگذاریم، از وزارت، از مدیریت، از ریاست، ما زنا را وارد صحنه کردیم، ولی به چه قیمتی؟ ما درست طرفدار حضور زن هستم، اما حضور سمبولیک نه. ولی از اون طرف هم حضور جدی خانم ها و از اون طرف خود خانم ها هم باید در قسمت سهمگیریشان در پروسه های مدیریتی در سطح کلانی کشور خودشان هم باید ظرفیت های خود تکمیل کنن و بتونن که امی پوزیشن ها را وقتی که دمو چوکی میشنن بتونن که شرایطش و ظرفیتش را پوره کنن. یکی تقاضای از خود خانم هاست و دومی که فرصت های برابر در جامعه ایجاد شه. فرصت های برابر وقتی ایجاد نشه، دادن مواردی مثلا یکی فیصدی رو پورا کنیم چی فایده؟ فیصدی رو پورا میشه مثلا 30% خانم اونجا بره، اولا که 30% پورا نمیکنن در نشسته، او خانم اونجا نشسته ولی او گپی برای گفتن نداره، او راهکاری راه نمیتونه. این راهکار و حرف گپ تر از کجا میه؟ از یک اندیشه غنی و قوی میه. در حالی که خانمی که نشسته صرف فیصدی، صرف ارتباطات، صرف آشنایی، صرف پورا کردن فیصدی احزاب اون نشسته باشن، او چه گپی برای گفتن نداره. بله، باید از خانم هایی که با توانمندی بالا هستن، خانم هایی که در زیرسه گپی برای گفتن دارن، از او خانم های استفاده شده. تا کنون موارد و مسائلی که در نشست های صلح مرتبط با حقوق زنان مطرح شده، شما چقدر رضایت دارین از این مسائل؟ آیا به گونه درست همان خواست ها و توقعات زنان در این نشست ها مطرح شده است، یا خیر شما بعض موارد را در اینجا خالی میبینین و فکر میکنین که هنوز هم باید این موارد در اینجا ذکر شود؟ دقیقا، اصلا خواسته های زنان خیلی وقتا همطور که اصلا زنی وجود نداره، شاید کمتر پیش بیه که یک مرد بیه از مثلا حق یک خانم بیاد اونجا دفاع کنه، اصلا یادش نمونه که اونجا خانمایی هم وجود داره. میگه حالا ما صلح میاریم به هر قیمتی، ولی که خانم‌ها نبود خانه نشین شدن، در حالی که اصلا این حالت نیست. شما زن افغانی رو به چه قیمتی میخواید خانه نشین کنید؟ خانه نشین کنید که مثلا صلح بیارید، ولی در دراز مدت نتیجه زی چی خواهد شد؟ ای در زی 17 سالی که زنان توانستن که خود به اثبات اجتماعی برسانن، به اثبات سیاسی برسانن، این همه دستاوردار ما بیم از این بگذاریم به بهانه صلح؟ نه، ما صلحی میخواییم که حق زن از او رعایت شده. بله، خط سرخ های هم زنان افغانستان دارن و کسان هم هستن که همو دستاورت هایی در چند سال اخیر داشتن نمیخواید که با آمدن صلح در افغانستان این دستاورت ها قربانی شود. حالا این خط سرخ ها و این خواست ها چگونه مطرح شود؟ تا جایی که میبینیم و قسمی که شما هم گفتین، زنان آنگونه ای که باید در نشست ها حضور میداشت حضور نداشته و فقط یک چند نشست که یک یا دو نفر از بانوان در این نشست ها حضور داشتن. حالا به نظر شما این خواست ها و این دستاورد های زنان که تای چند سال اخیر به دست آمده چگونه در این نشست ها مطرح شود و ذکر شود که حداقل جامعه جهانی و همچنان طرف مذاکره هم بدانند که زنان از خواست هایشان نمیگذرن و دستاورد هایی که در چند سال اخیر داشتن باید این دستاورد ها حفظ شود با وجود آمدن صلح در افغانستان؟ دزی پروسه ها و دزی جلسات به زنان آگاه و روشن نیاز داریم که اینها بتوانن از حقوق زنان دفاع کنن و اونها را دمزی قطعنامه هایی که برای صلح ارائه میشن در موارد و ماده هایی که در جلسات صلح برگزار میشه، اینها را یعنی به شدت از اینها دفاع کنه و از اینها بر نگرده، کوتاه نیه. وقتی گفتمش که مثلا تعلیم و تربیه زنان، حضور اجتماعی زنان، آزادی بیان، همه اینها مواردی که ما به یک جامعه از اون نیاز داریم و باید از اینها دفاع شه. چیزی نیست که ما بخوایم به خاطر از اونها کم بیاییم و سری این حقوق خود هیچ وقت معامله نمیکنیم و کوتاه نمیاییم. بله، نشست یا مذاکره که پیش رو داریم بانو رضایی، به نظر شما با توجه به تجربیاتی که ما از نشست های دیگه داشتیم و حضور کمرنگ زنان در اون نشست ها، حالا در این مذاکره پیش بینی شما چه هست؟ آیا بانوان میتونن که همو توقعاتی که دارن و خواست هایی که دارن را در این مذاکره هم مطرح کنن و شرکت داشته باشن در مذاکره ای که قرار است در آینده برگزار شود؟ اگر در این مذاکره مثل مذاکره های قبل حضور خانم ها سمبولیک و صرف پوره کردن فیصدی باشه، باز هم همو روال قبل ادامه خواهد داشت.
و زنان به او دستاوردهای خود نمیرسند. مگر اینکه این دفعه به روی کرد عوض شه، سیاست ها و استراتژی ها تغییر کنه، چین شوه و افراد کسایی به وارد صلح شوه و نه تنها از آدرس خود زنان، خود دولت هم بیا از خواسته های بر حق زنان حمایت کنه. این فقط وظیفه ای زن نیست که بیم از حقوق خود در اجلاس صلح حمایت کنه، وظیفه دولت هم هست که 50% شهروندان جامعه را از حقوقشان دفاع کنه. یکی از مواردی که پیشتر شما اشاره کردین، گفتین که کس باشه که حداقل بتونه صدای زنان را در این مذاکرات بلند کنن، یعنی همو خواست ها و دستاورت هایی که زنان میخواین که با وجود آمدن صلح در افغانستان حفظ شوه، این موارد حتما در این نشست ها و اجلاس مطرح شوه. حالا این نماینده ها باید چگونه انتخاب شوه؟ کسانی که به نمایندگی از زنان افغانستان در این اجلاس و در این مذاکرات شرکت میکنن، چگونه این نماینده ها انتخاب شوه تا اینکه بتونن حداقل همو خواست ها و همو دستاورت های چندین ساله زنان افغانستان را در این مذاکرات و نشست ها مطرح کنن؟ ای زنان باید طوری انتخاب شد که کسانی باشه که دقیقا با جنگ و صلح درگیر بوده، متضرر از جنگ بوده، جنگ با پوست و گوشت و خون خود لمس کرده، که وقتی که کسی از جنگ متضرر میشه، اینی دچار چی مشکلات و مصائبی میشه. این خانما باید باشه، خانمایی که در قسمت حقوقی بتونه قدرت چانه زنی، قدرت مذاکرات بالایی داشته باشه، این خانما باید حضور داشته باشن. و همینطور خانم هایی که توانایی شرکت در اجلاس های بین المللی داشته باشه و بتونن که گپی زن افغانی را، گپی دولت و جامعه افغانستان انعکاس بده. این فقط خواسته زنان افغانستان نیست که دستاورت ها حفظ شه. ما بسیاری از مردانی را هم داریم که برای پیش بردن متوازن جامعه بر حضور مؤثر زنان باورمند هستن و پیگیر هستن این قضیه را. بله، یکی از مواردی که حالا می‌بینیم در افغانستان و شما هم متوجه از این مسئله شده باشین این هست که بیشتر بانوان افغانستان متاسفانه که بی‌سواد هستند و سطح آگاهی این بانوان پایین هستند. من اصلا نمی‌دونن که کدام حق و حقوق را اینا دارن و باید چگونه در جامعه باشن و چگونه زندگی کنن در این کشور. اینا بیشتر فکر می‌کنن که اگر جنگ، ناامنی، انفجار، انتحار در کشور خاتمه یابد، میتونن اینا به صلح برسن و فکر میکنن که صلح یعنی همین و شاید اصلا این خواست ها و بعض دستاورت هایی که فعالین حقوق زن در طی چند سال اخیر داشتن، اینا درباره این موارد نمیدونن و فکر میکنن که به نمایندگی از اینا آقایان میتونن که در این اجلاس و در این مذاکره شرکت کنن و یک روزی در افغانستان جنگ نباشه، انتحار نباشه، انفجار نباشه و فکر میکنن که اونا هم دست میابن به صلح و دست میابن به همون زندگی ایدئالی که باید داشته باشن. چگونه آگاهی دهی شود بر این بانوان که اینا هم صدا بلند بکنن و بیاین خواست های خود را مطرح بکنن و بیاین صدا بلند کنن که باید بر از اینا نقش داده شود و اینا هم باید دخیل شوند در پروسه صلح و در نشست هایی که در دو طرف مذاکرات صورت میگیره؟ چگونه این خانم ها باید صداشان بلند شود بخاطر از اینکه نمیدانن و ای در اینجا کی مسئولیت داره که اینا را هم آگاه بسازن و صدای از اینا را هم بلند کنن؟ خواهم مالی ما میبینیم که وزارت صلح تشکیل شده، وزارت صلح وجود داره. یک از وظایف از میتونه که اینمی حلقات صلح، صلح خواهی و دادخواهی را در قرا و قصبات ببره، فقط متمرکز در کابل و چند شهر بزرگ کلان شهرها نشه، به ولسوالی ها برده شه، با اونها آموزش ها داده شه، آگاهی جلسات آگاهی دهی برگزار شه و در اثر آگاهی که افراد کسب میکنن، یعنی اینمیال یک از مشکلاتی که ما در جامعه وجود داریم که زنان از حق خود مطالبه نمیکنن به خاطر اینکه اصلا آگاهی نداره من چه حقی دارم. اینمی جلسات آگاهی دهی، حلقات آگاهی دهی، برنامه های آگاهی دهی، سمینارها باشه، ورکشاپ ها باشه، اینها برای در ولسوالی ها و قرا و قصبات دایر شه، از فقط محدوده کلان شهرها خارج شیم. او زنها بیشتر از زنانی که در مراکز شهر هستن متضرر از مسئله جنگ هستن، اونها هم به واسطه که ابتدا برشون آگاهی داده شده و بعد به نسبت که اونها به حق خود آگاه شد، مطمئنا اونها دیگه آرام نمیشنن. بله، حضور زنان در شورای عالی صلح بر شما چقدر رضایت بخش و قناعت بخش هست؟ تا جایی که ما میبینیم فقط چند بانو یا چند زن تانسته که در این شورا الان نقش داشته باشن و در رهبریت شورای عالی صلح هم متاسفانه حضور زنان خیلی کمرنگ هست و این مسئله چقدر میتونه که نقش زنان را در
پروسه صلح صدمه بزنه و همچنان که کم رنگ بودن نقش زنان در شورای عالی صلح چقدر میتونه که در قسمت شرکت نکردن زنان در مراکز البته در مذاکرات صلح موثر باشه. شورای عالی صلح تا زمانی که فعال بود حضور خانم‌ها قرار بود که 30% باشد، در زورد 20% هم نمی‌رسید و این در سطوح تصمیم گیری و مدیریتی اصلا نبود، در سطوح کلان نبود، فقط در سطوح اشتراک کننده ها بود و در سطح ولسوالی ها و ولایات و قرا و قصبات که اصلا حضور زنان جدی گرفته نمی‌شد. این یا باید چیزاییه که حکومت اگر که واقعا عزم جدی برای آوردن صلح داره باید همه افراد را فرصت برابر و شانس برابر برای اشتراک در این پروسه ها بده. بله، تا جایی که میبینیم شاید خیلی از من در خیلی از موارد ما چند نفر مسئول میدانیم که مثلا اونا باید در قسمت از این که خواست های زنان در نظر گرفته شود، دستاورد های زنان در نظر گرفته شود، باید اونا به نمایندگی از زنان افغانستان صدا بلند کنند و دیگران خاموش هستند. تا جایی که میبینیم البته چند تجربه ای که داریم و چند نشست صلح که در کشورهای مختلف صورت گرفته، متاسفانه زنان افغانستان اونگونه که باید صدا بلند میکردن صدا بلند نکردن، با وجود که ما یک یا دو بانو را در این پروسه ما دیدیم که دخیل هستند. حالا یک مورد میخواییم که با او اشاره کنیم و خیلی زیاد دور نیست از موضوع ما که چند روز قبل نشست سران ناتو برگزار شد و در این نشست بانو آریانا سعید آوازخان معروف افغانستان در این نشست شرکت کرد و از خواست ها و همچنان از بعض مشکلات زنان در این نشست یادآوری کرد و بعدا ما دیدیم که سر و صداهای هم در پی داشت این شرکت و این نشست که چرا بانو آریانا سعید در چنین نشست های شرکت میکنه و ایشان نمیتونه که نماینده خوب از طرف زنان افغانستان در نشست سران ناتو باشه. در این قسمت نظر شما و باور شما چی هست؟ یه وقتی نظر و باور عموم جامعه را آدم در نظر میگیره، وقتی نظر شخص در نظر میگیره، نظر خود شخص بنده یکی خانم آریانا سعید، ما با همه احترامی که به طبقه هنرمندای جامعه دارم این را نمیپذیرم که یک خانومی که ایشون آوازخوان هستن، درست در ساحه کاری خود شاید خانمی خیلی موفقی باشه، طرفدارای خاص خودم داشته باشه، بیننده و شنوندای خاص خودم داره حتما، اما در پروسه صلح ایشون کسی نیست که بتونه قدرت چانه زنی داشته باشه، قدرت تصمیم گیری داشته باشه. او اصلا متضرر از جنگ نیست. او الان چه رقم متضرر از جنگه؟ آیا او به اندازه خانومی که در قرا و قصبات اولادای خود از دست داده یا اولاداش زخمی شده، شوهر خود از دست داده، آیا به اندازه زو درک میکنه مثلا؟ اصلا درک نمیکنه قاعدتا. او خانمی که نیل در اروپا خیلی راحت آزاد یا در خیلی مسائل دیگه اصلا او حتی وقتی میگیم که حقوق زن زیر سوال بره، ما خانه نشینشون بعد مثلا از آمدن پروسه صلح به قیمتی عدم حضور زنان، مثلا شاید ما تو خانه نشینشیم ولی او خانم مثلا خب خیلی آزاد ما را فعالیت های خود در کشورهای دیگه ادامه میده، ولی در محدوده افغانستان او خانم قدر یعنی میگم برداشت شخصی خود من است که یعنی نمیتونه در پروسه صلح از زنان افغانستان نمایندگی کنه، حداقل از قشر عامه زن نمیتونه نمایندگی کنه، شاید بتونه از طرف هنرمندای زن نمایندگی کنه، اما از عموم جامعه زنان من موافق نیست. بله، ایشون به حیث یکی از فعالین حقوق زن، یک کسی که حالا بیشتر به گفته خودش به خاطر زنان افغانستان مبارزه کرده و صدا بلند کرده، از طریق آهنگ هایی که داشته، از طریق کنسرت هایی که برگزار کرده، خواسته که به یک شکل همیشه حقوق زنان در خیلی از جاها در خیلی از کشورها مطرح کنه و در پاسخ به این واکنش هایی که حالا در پیداشتشان گفت که هدف صدا بلند کردن هست و رساندن حرفا و خواست های زنان در این اجلاس و این نشست ها هست. ما به نمایندگی از تمام زنان افغانستان که مرا همه مشناسد چه در افغانستان یا فراتر از افغانستان، خیلی خوب به حرف و صدای ما گوش داده میشه، به او خاطر من در این نشست شرکت کردم و خواستای زنان افغانستان رو مطرح کردم. و آیا دلیل خوبی بودن میتونه که ایشان به خاطر از اینکه شهره هست در افغانستان و در بعضی کشورهای دیگر میتونه که خیلی خوب دیگران به حرفش گوش بده و صدای خاموش زنان را در گوش مسئولین برسانه؟ مگم نظر شخص خود من را در نظر بگیر، اصلا ما قضیه یعنی موافق نیستم. از اینکه ایشون به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک آوازخوان چرا میتونه از طریق مثلا آوازهایی که میخونه، از طریق برنامه های خیریه یا که اجرا کنه، از اون طریق میتونه که برای زن افغان کمک کنه، اما اینکه به نمایندگی از زنان در حاشیه اجلاس سران ناتو باشه ای قابل قبول نیست. آیا مثلا زن دیگه ای رو که تواناتر از ایشون باشه و از یک چینل موجه تر وارد از این قضیه شه، آیا ما نداریم همچین زنی رو؟ بله،
مهم این هست که به یک شکل بانوان افغانستان داخل باشند در این نشست ها و صدای بانوان افغانستان هم برسه. حالا ای کاش یک از بانوان که واقعا همو خواست های اصلی زنان افغانستان و دستاورد های اصلی زنان افغانستان را در این نشست ها بتانه که البته مطرح کنه، اینا شرکت داشته باشند در این اجلاس و در این مذاکرات. حالا نظر به این مورد، خوشبینی شما و پیشبینی شما از نتایج این مذاکرات و این نشست ها چه هست؟ مهمتر از همه چیزی که در افغانستان قابل بحث هست این هست که بعد از به وجود آمدن صلح در افغانستان و بعد از ختم جنگ در افغانستان، دستاوردهای چندین ساله زنان و حقوق زنان و همچنان فعالیت زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی چقدر حفظ میشه؟ پیش بینی شما چه هست و چقدر خوشبین هست نسبت به این مسئله که با توافق رسیدن دو طرف افغانستان شاهد یک صلح پایدار خواهد شد و دستاوردهای چندین ساله زنان هم حفظ خواهد شد؟ من هم مثل همه شهروندان افغانستان امیدوارم که صلح بیایه با حفظ دستاوردهای چندین ساله زنان در چوکات مسائلی مثل دموکراسی، آزادی زنان، مسائلی در نظر داشتی حقوق، با اینکه با توجهی که این کشور ما کشور اسلامیه و جمهوری اسلامی افغانستان عنوان میشه، حقوق اسلامی زنان حفظ شه، در حقوق اسلامی حق تعلیم تربیت داریم، حق دسترسی به خدمات صحی را داریم، حق مشارکت سیاسی داریم. همه اینها چیزیه که در چوکات اسلام هم تعریف شده. متوقع داریم که جانب مقابلی که در چوکات یا میز صلح نشسته اونا بپذیرن، یعنی که از قرائت های بسیار افراط گرایانه دینی اونا بگذرن از این مرحله و بپذیرن که طبق ببخشید قرائت های خیلی افراط گرایانه نه، اما اگر که برگردن به سنت، اگر که برگردن به یک سری از شرایطی که در زمان صدر اسلام هم حاکم بوده، زنان مشارکت سیاسی داشتن، زنان به تعلیم تربیت دسترسی داشتن، زنانی بودن که شاعر بودن، تاجر بودن، این زنان همه فعالیت داشتن، یعنی که در پروسه صلح حتی اگر جانب مقابل ما، خب کسی که ادعای اسلام داره میکنه، ادعای اسلام وقتی تو داره میکنه، یعنی دارم میگم در چوکات اسلام هم این موارد مو داریم. ما نمیفهمم که این خانه نشین کردن زنان و حقوق اونا رو به صفر رساندن بجز حق حیات که نمیتونه از اونا بگیره، که فکر میکنم که خیلی زیر فشار همه جوامع بره، دیگه همه حقوق خانم‌ها رو داره ازشان میگیره. و همینطور الان دارم کسانی که در زیر سیطره یا حکومت یا چه رقم بگم جاهایی که همه گروه های مسلح غیر مسئول یا برادران ناراضی یا هر اصطلاحی که برادر نظر بگیریم اینا هستن، همچنان از حقوق خود اینا برخوردار نیستن، یعنی که اینا مصمم نیستن بر این که حق زن را رعایت کنن. ولی ما همچنان صلحی را نیاز داریم که این موارد رعایت شد. پیشتر شما گفتین که فقط همین که صدای زن افغان، زن افغان، ما فکر میکنم که این درسته، خیلی خوبه، فعالیت های خانم آریانا سعید در بخش هنری، در قسمت صلح و در موارد دیگه قابل تقدیره. یکیشون به سهم خود به سهم خودشان زحمت میکشه، از قسمت فعالیت میکنه، این انعکاس صدای زن افغان هستن، این درسته. اما ما پروسه صلح فعلا پروسه سیاسیه، پروسه سیاسی ما نیاز داریم که با قدرتمندی از یک کانالی معتبرتر، از یک کانالی که وجاهتی بالاتری داشته باشه ارائه شه و از اونجا صلح و دادخواهی صورت بگیره در قسمت زمان. حالا در یکی از نشست ها ما به حضور بانو فوزیه کوفی را در یکی از نشست ها داشتیم، تا جایی که همه شاهد هستیم، چی نتیجه ما از اون نشست گرفتیم؟ به نظر شما چقدر خواست ها و همچنان دستاورد های زنان افغانستان در اون نشست مطرح شد؟ من نمیخوام خیلی روی شخص بحث کنم، مثلا که خانم فوزیه کوفی چی کرد یا خانم حبیبه ها چی کرد یا خانم مزرعه، میخوام خانم حبیبه سرابی چی کاری انجام داده. ما نمیم روی شخص بحث کنیم، در کل حقوق بانوان جامعه در نظر بگیریم و این بانوان فقط تنها خودشان مسئول نیستند، که ما رقم نداریم که جامعه به دو کاتگوری تقسیم شده باشه، آقایون و خانم ها، آقایون از طرف آقایون نمایندگی کنه، خانم ها از طرف آقایون. وقتی دولت تشکیل میشه و ریاست جمهوری در اساس وجود داره، این وظیفه شی
نگه داشتن و مسئول نگه داشتن حق تمام شهروندان این موارد هست، ولی در صورتی که این موارد رعایت نمیشه باید چه کار کرد؟ بیشتر شما در صحبتاتون گفتین که متاسفانه در جایی که در نشستی که بانوان حضور نداشته باشه آقایان حقوق اصلی و اساسی زنان را مطرح نمی کنند. درسته، مطرح نمی کنند، ولی دولت درد بانوان افغانستان مطرح کنند. این خوبه، درد بانو را یک بانو خیلی بهتر احساس میکنه نسبت به یک مرد، اما دولت وقتی یک قطعنامه میگنجانه، وقتی یک خط قرمزایی برای خود در نظر میگیرن که ما ازیا نمیگذرون برای آمدن صلح، اینیا باید باشه تا ما صلح بپذیرم، اینیا باید حق زنا رو برش در نظر بگیره. او رو وقتی قرائت میکنن، وقتی که مطرح میکنن، او فرق نمیکنه یک مرد باشه یا یک زن، دولت باید حامی حقوق زنان باشه در پروسه صلح و خود زنان هم آگاهیشان بالا بره. شورای وزارت صلحی که تشکیل شده، حلقات صلح به ولسوالی ها و ولایات ببره، زنان رو آگاهی دهی کنن. یکی از مواردی که ما در متاسفانه در جامعه جهانی ما گله داریم این مسئله رو، یکی شاید ما نتونستیم پول پیسه‌ای که به اسم زن افغانی در افغانستان آمده مدیریت کنیم. 18 ساله به اسم زن افغانی خیلی پول پیسه در افغانستان آمده، اما چرا سطح آگاهی زنان هنوز به اون سطح قناعت بخش و رضایت بخش نرسیده؟ این در خیلی موارد دیگه هزینه شده، در حالی که اگر روی قسمت آگاهی دهی و سواد زنان هزینه میشد، این میتونست دستاوردی خیلی بهتری امروز داشته باشه. حتی این دستاوردش در قسمت هم خودکفایی هم در قسمت صلح میتونست زنای آگاهتری داشته باشیم، میتونستیم زنایی داشته باشیم که به پروسه صلح باورمند هستن، زنانی که قدرت چادرزنی داشته باشن، زنانی که در سطح مدیریتی حضور داشته باشن و این زنان بتونن از زن افغانستان به درستی نمایندگی کنن. بله، بیشتر شما یک مورد یادآوری کردین که زنان افغانستان نباید خانه نشین شون. ما تا جایی که میبینیم خواست طرف مذاکره هم تا جای همین موارد هست و اونا این موارد را فکر میکنن که جنبه اسلامی و دینی داره و رد میتن به دین اسلام، که دین اسلام همین گونه امرش همین هست و خواست دین اسلام همین هست که زنان باید در محوطه خانه باشه و در همونجا همیشه حق نداره در بیرون فعالیت داشته باشه، در عرصه‌های مختلف مشارکت داشته باشه. آیا جنبه دینی میتونه داشته باشه؟ از نظر شخص خود من نه، این ندارم. حضرت بی خدیجه بانوی یا همسر اول پیامبر اسلام، خودشان یک بانوی تاجر بود. من همیشه گپی میسته یا خیلی وقتا خودم فکر میکنم این مسئله را، یک خانمی تاجر میتونه یک خانمی پردنشینی بی سوادی گوشگیری منزوی باشه؟ هیچ امکان نداره. کسی که در مورد سرمایش هم یعنی داستان های درسته که مثلا گپ های متفاوت، روایت متفاوتی مثلا در قسمت وجود داره، که مثلا نقل قول های متفاوتی وجود داره، ولی بالاخره همه میپذیرن که او یک خانم تاجری بود و پیامبر هم این مسئله رو گفته که مال حضرت خدیجه تانست در قسمت رونق اسلام به ما بسیار کمک کنه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه پیامبر خودش با وقتی که اصلا پیامبر رفت یا خدیجه آمد خواستگاری، یا پیامبر وقتی که اوکی داد قبول کرد این مسئله رو و این ازدواج صورت گرفت، او خانم یک خانم تاجر بود. بله. یعنی چی؟ یا مثلا ما بی بی زینب داریم در مورد قضایایی که مثلا مثل عاشورا و کربلا، این خانم رفت گپ زد، اما قدرت چانه زنی که ما بیشتر سرش تاکید دارم و تانیس که مثلا از حقوق بر حقوق خود دفاع کنه، از حقوق خاندان خود دفاع کنه. یعنی چی؟ یک خانم به ثبات خود نمیتونه کار انجام بده، یک خانم خانه نشینی منزوی نمیتونه کار انجام بده. ما در صدرسام زنان زیادی رو داریم که وارد فعالیت های اجتماعی و سیاسی شده و هیچ من اینو در مورد اسلام در مورد قضیه چی نداریم، مشارکت سیاسی زنان و فعالیت های زنان هیچ مشکل نداره. ما سوال از قشر عمومی جامعه و مردان جامعه و حتی بعضی زنان ما متاسفانه بعضی باور است که نه، نیاز نیست زنان در خانه باشه، کافیه. ما سوال می که خدا حکیم کاری بیهوده انجام نمیده. خب این استعداد و توانایی که در زنان قرار داده و زنانی تانستن این استعداد خود را با توجه به شرایط مساعد به منصه ظهور بذارن و این زنان تانستن در سطح مدیریتی، در سطح های خیلی بالای سیاسی و اجتماعی ظهور پیدا کنن، حتی اقتصادی ظهور پیدا کنن، این یعنی چی؟ یعنی این خداوند این استعداد را در زنان قرار داده. وقتی استعداد در زنان قرار داده، پس چرا ما نباید زمینه شکوفایی زیر فراهم کنیم؟ دقیقاً، بدون شک. بسیار زیاد تشکر بانو رضایی از حضورتان در برنامه و صحبت های خوبتان. اگر پیام خاص به بانوان افغانستان داشته باشین و همتای ما داشته باشین، کاملا در خدمت. خواهش میکنم. صحبت هایی که بعد نظرم بود بیشتر دمی صحبت هایی که با هم داشتیم و گپ هایی که داشتیم من مطرح کردم، ولی ما تأکید خاصی که همیشه دارم سر مسئله و قضیه زنان، این که زنان ما خودشان تلاش کنن که آگاهی خود بالا ببرن. همه چیز در سایه آگاهی به دست میان. یعنی ما خودم روزی 10 دفعه شاید در بسیاری از موارد این جمله رو برش برمخرم و مطمئنم که درسته. وقتی در مقدمه کتاب ما چگونه ما شدیم، دکتر صادق زیباکلام خیلی یک جمله جالب است، میگه که اگر ما از کاروان علم و آگاهی عقب نمی‌ماندیم، کدام کشور جرأت می‌کرد که بر گرده ما سوار شد؟
واقعا علم و آگاهی کلیدی نجات کشور ماست. ممنون. تشکر از حضورتان در برنامه همتنان عزیز. ممنون که این بخش بیننده بودین. وقفه داریم، دوباره برمیگردیم. با همراه باشید.